شنیدم. من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به خسرانی این ملت دولت. یکی از پایه‌های مهم قدرت شاه ارتش بود، ارتشی که رضا شاه بنیاد گذاشت و خود شاه آن را تجهیز و نوسازی کرد. سپهبد سعید رضوانی از عمرای پیشین ارتش نقل می کند که 45 سال طول کشید تا ارتش ایران ارتش شد و تحول آن سه دوره 15 ساله داشت. 1105 تشکیل شد ارتش. 1120 از هم پاشیده دیگه، رضا شاه استعفا داده و اینا. در اون مدت البته ارتشی بوده که تونسته امنیت داخلی رو برقرار کنه، ولی ارتشی نبوده که بشه روش حساب کرد. از 1120 تا 1135 15 سال دومه که بازی مقدار جنگ داخلی بوده، شورش ها کردستان، تجزیه آذربایجان، جنگ مجلس با دولت، جنگ دربار با رئیس دولت و فلان و اینها، تا رسیده که در اونجا 1135 در وضعی بود ارتش که به پیمان بغداد قبولش کردن. این خودش یک مقطع زمانیه که این ارتشی است که میشه در یک پیمان خارجی شرکت کنه. از 1135 تا 1150 15 سال ارتش در حال توسعه و تکامل بوده، از نظر مدرنیزاسیون، از نظر آموزش، که به نظر من آمریکایی ها صمیمانه در این کار همکاری کردن تا ارتشی به وجود آمد که در 1150 خود من میگم فرمانده بودم در خوزستان که با قدرت بدون ذره اندیشه در مقابل عراق استاده بودیم و ارتش کامل شده بود بعد از اون 45 سال. بازم به عنوان دلیل سه تا جزیره را پس گرفت، اروند رود، حقوق ایران تأمین شد و حاکمیت دریای ایران در خلیج فارس برقرار شد که مهمترین مسئله بود و می رفت توسعه پیدا کنه به اقیانوس هند و ما می رفتیم به مدار 10 درجه. دیگه به مسئله تنها خلیج فارس نبود، مدار 10 درجه تقریبا از باب المندب و اینها می گذره. تا اونجا قبول کرده بودن متفقین ما که ایران خواهد تونست با نیروی دریایی خودش این مأموریت و این حفاظت رو انجام بده. ارتش ایران تجربه رزمی چندانی نداشت، اما نفس داشتن تجهیزات و سازمان وسیع این تصور را پدید آورده بود که این ارتش در شمار معدود ارتش‌های قدرتمند جهان است، تا جایی که ادعا می‌شد به زودی پنجمین قدرت نظامی جهان خواهد شد. اما ارتشبد فریدون جم، رئیس پیشین ستاد ارتش، میگوید این تصور واهی بود. ارتش ایران حد اکثر در حدود 6 لشکر. آخه 6 تا لشکر مگه میشه پنجمین قدرت جهان بشه؟ نیروی هوایی ایران قوی بود، بله درسته. نیروی هوایی ایران در اون تاریخ هم از لحاظ فرماندهی، خدا بیامرزه خاتمی خیلی فرمانده خوبی بود و خیلی با قدرت بود و خیلی هم به کارش وارد بود و ستاد نیروی هوایی خیلی هم خوب کار میکرد. هواپیماهای بسیار اولترا مدرن داشتن به تعداد کافی، از لحاظ آموزش وضعشون بسیار عالی بود از هر حیث، و نیروی هوایی معایب نیروی زمینی رو نداشت، برای اینکه نیروی زمینی سابقه داشت، یه سابقه از سوئدیا و از اتریشیا و از روسا و یه مقداری از ژاندارمری سابق و این افسرهای مختلفی که در این سازمان ها بوده بودن، جمع شده بودن، اومده بودن بالا، مقدار زیادی به اصطلاح نفوذ سابق در ارتش بود که همچین درست نمیشد یک سیستم دست نخورده باشه. اما نیروی هوایی چون وجود نداشت و از اول بنا شده بود، از زیر ساخته بودن، روی قواعد امریکایی ساخته بودن، یه نیروی هوایی بود مثل اسکادرون های نیروی هوایی امریکا. مثلا نیروی هوایی ایران در اون موقع دست کمی از نیروی هوایی اسرائیل نداشت. نیروی دریایی هم تا حدودی همینطور، اونم تمام افسراش رفته بودن در خارج تربیت شده بودن، یه نیروی کوچکی بود
متشکل بود، اینقدر تحت تاثیر به اصطلاح محیط داخلی و فلان و این حرفا نبود، توی واحدهای دریایی بودن، تو دریا بودند و اینا، و اونا هم یه وضع دیگری داشتن. اما نیروی زمینی طوری نبود. البته ارتش ایران یه ارتش در خاورمیانه نیروی بود، یه نیروی قابل ستایشی بود، یه نیروی قدرتی بود، ولی بگن که بخواد نیروی پنجم جهان بشه حرف بی معنی میگفتن. آخر یه ارتشی برای اینکه نیروی پنجم جهان بشه باید یک زیربنای محکمی داشته باشه، یه اتکای به یه ملت مبارز متحدی داشته باشه، یک سیستم صنعتی داشته باشه که بتوانه تمام احتیاجات جنگ تأمین بکنه، یه ارتشی که حتی برای نفت یه روز که اعتصاب کردن بنزین نبود که مجبور شدن امریکا بنزین بیارن، چطور نیروی پنجم جهانی میشده؟ یا اینکه تمام قطعات یدکیش باید نمیدونم از امریکا اگه نیومد این ارتش میخوابه، یا از آلمان نیومد یا از فرانسه نیومد، این ارتش چطور میتوانه نیروی پنجم جهان باشه؟ برای شاه ارتش مهمترین نهاد کشور بود و از همین رو به گفته احسان نراقی در سالهای 30 خود شاه عملاً مدیریت مستقیم آن را به دست گرفت. دوره بود که شاه خودشو مستقر کرد به ارتش و امریکایی‌ها هم به اصطلاح خامشون کرده بود که این افسرهای قدیمی مانع پیشرفت تکنولوژی در ارتشن، مانع آموزش نوین در میان افسرها، پس باید نزد کنار. این دوره دوره رشد ارتش بود است و دوره‌ای که اقلن 20,000 افسر ایرانی به امریکا و خارج رفته و آموزش نظامی دیده بود و رفتن روی جنبه کاملا به اصطلاح تکتیکی و نظامی بین‌المللی و فنون جدید نظام. و از اون بعد دیگه ارتش یک دست شد، ارتش شاهی شد، ارتشی بود که به همه افسرانش، فرماندهانش مستقیما با شاه ارتباط داشتن و کسی خودشو دیگه مغز ارتشی یا نظامی نمیدونست که صاحب دایه باشه. و به گفته ارتش بود فریدون جم، خود شاه رأساً در جزئی ترین تصمیمات ارتش دخالت میکرد. اختیارات تمام رده ها گرفته شده بود، یعنی هرچی مسائل مهم و حضوری بود آخرش موکول میشد این که بیاد بره به ستاد بزرگ ارتشداران و به شرف عرض برسه و عرازه تصویب بکنن. هیچ کس جرأت نمیکرد هیچ کاری بکنه، چون حتی مسائل خیلی کوچک، مثلا یه نفر سوتوان میخواد بره کربلا زیارت، باید شرف عرض بره. خب روی این اصل البته افسرها فقط شخص عرازت میشناسن، حتی آیین نامه انضباطی ارتش قید کرده که هر فرماندهی در هر مقامی هست در حقیقت به نماینده اعلیحضرت فرمانده است، یعنی به نام ایشان فرماندهی میکنه. اگه مثلا فرمانده دست است، یعنی 50 نفر سرباز زیر امرش هستن، برای این نیستش که اینه مأمورش کردن و بهش گفتن که تو این نفر، این یه آدمی است که نماینده شاه برای این 50 نفر. چنین ارتشی البته چشمش به این بود که دستگاه اعلیحضرت دستور بده، وقتی هم اعلیحضرت دستور نمیدادن، اصلا نمیخواستن دستور بدن. به این ترتیب فرماندهان ارتش نه تنها در تصمیمات نظامی بی اختیار بودند، بلکه به گفته سپهبد رضوانی ارتش کلن از مسائل اجتماعی و سیاسی کشور هم بر کنار نگاه داشته شده بود. ارتش طوری پس محدود شده بود از این حیث که در امور سیاسی مطلقا اطلاعاتی به نظر من نداشتند. افسرها به مسائل سیاسی بی اعتقاد و بی اعتنا شده بودند به علت ترس از اینکه متهم بشن که به عدم وفاداری و به رژیم و اینا. اینم دو جنبه داشت، یعنی به اصطلاح سکه دو رو داشت. هم ارتش از اوضاع سیاسی اجتماعی کشور بی اطلاع بود، هم دولت مردان متاسفانه مطلقا اطلاعی از اون چه در درون ارتش میگذشت نداشت. ارتش بود عباس قره‌باغی میگوید که برکناری نظامیان از سیاست به معنی بی اطلاعی مطلق آنها نبود، به خصوص که جو کلی کشور هم غیر سیاسی بود. در ارتش ما و ارتش‌های دنیا همه همینطور هستند، پرسنل نیروهای مسلح حق مداخله در امور سیاسی را ندارند و بعضی ها این حق دخالت در سیاسی نداشتن رو توجیه به این میکنن که یعنی اینا حق ندارن که بفهمن
همه دارن مسائل سیاسی رو درک بکنن، ولی این نبود مسئله. مسائل سیاسی رو درک میکردن، ولی وقتی که شما دخالتی در سیاست نکنید، البته به اندازه اون کسی که در کاری دخالت میکنه، نمیتونید تبحری درش داشته باشید. البته در اون زمان در کشور ما آگاهی سیاسی در ارتش به میزان آگاهی سیاسی سایر کارمندان وزارتخانه ها بود، همونطور که سایر وزارتخانه ها دخالت زیادی در امور سیاست نداشتند و یا خود مردم هم توجه زیادی نداشتند، به همون میزان هم در ارتش هم به همون میزان بود. احسان نراقی نقل میکند که برکنار داشتن ارتش از سیاست جزئی از سیاست شخص شاه بود. من با یک افسری زندانی بودم که سرلشکری بود، چندی سال معاون رکن دو بود. منش پرسیدم مرتبه که آقا این پرونده ها رو چطور شما تشکیل میدادید در رکن دو؟ مثلا هر افسری پرونده داره؟ مثلا اویسی پرونده داره؟ گفت نه، به یک کسانی که یا اعلیحضرت اشاره میکنه یا دلایل دیگه ما داریم پرونده برشون تشکیل میدیم. یعنی برخلاف رکن دوی بقیه ممالک دنیا، رکن دو معمولا کارش اینه که قابلیت سیاسی و فکری و تخصصی و فنی افسری رو بسنجه، نقاط ضعفش رو بدونه، نقاط قوتش هم بدونه، بدونه مثلا این آدم برای فلان مرکز فرماندهی اهلیت داره یا نداره. برای اینه که رکن دو پرونده تشکیل میده، نه برای اینکه برای اشخاص پرونده سازی کنن. اما اینجوری که این افسر بر ما میگفت، تقریبا پرونده های رکن دو پرونده سازی بود، بیشتر جهات منفی بود. وقتی یه افسری یه کمی به قول معروف اصطلاح کلش به قرمه سبزی میداد، برش پرونده تشکیل میدادن. این بود که افسرا اشخاص بودن که وارد معقولات نمیشدن، آدم های ضعیفی بودن از لحاظ فکری و سیاسی. اینی که این ارتش نمیتونست کار سیاسی بکنه، این ارتش از عهده کار اجتماعی سیاسی بر نمی اومد، برای که شاه به این ترتیب او رو آماده نکرده بود ارتش رو، و بعد هم فرماندهانش رو دائما مثل اسباب بازی هی تغییر میداد که هیچ فرماندهی در ارتش ریشه ندوانه، صاحب حیثیت و اعتبار نشه. خرید ساز و برگ نظامی برای ارتش هم به گفته ارتش بود جمع فقط به تصمیم خود شاه بود. اعلیحضرت شخصا انتخاب میکرد، دستور میداد به طوفانیان که طوفانیان بره بخره. نه وزارت جنگ کنترلی داشت روی این خریدها، نه ستاد بزرگ ارتشداران کنترلی داشت. اعلیحضرت بود و بانک مرکزی و طوفانیان و سفارت امریکا. اصلا ارتش هم اطلاع نداشت. وقتی که شما اسلحه میخرید، اول باید بدونید این اسلحه رو برای چی میخرید، برای کدوم ارتش میخرید. اون وقت میشه رفت ببینید که ما احتیاج داریم به این قبیل سلاح‌ها، و بعد دارن بگردن ببینن این سلاح‌ها رو کیا می‌سازن، بهترینش کی می‌سازه، کی زودتر تحویل میده، کی بعداً اگه در موقع بحران بشه ادا در نمیاره برای دادن وسایل و قطعات یدکی و از این حرفاش، قیمتاش کدوم مناسب‌تره، کی زودتر تحویل میده، اینا همه درست باشه. اینا که هیچ کدومش نمی‌شد. همینطور ما نشسته بودیم، یه روز می‌گفتن 80 تا تانک میاد. نه حساب کرده بودن که خب 80 تا تانک میاد، اول این آدم لازم داره، جا میخواد، اینا آموزش لازم دارن، وسایل آموزشی لازم دارن، بعد لوجستیک میخواد، چه وسایل نگهداری لازم داره، چه وسایل هدفیابی و نمیدونم اینا لازم داره، چه سیستم فرماندهی لازم داره، چه وسایل نگهداری و لوجستیک لازم داره. اینا که همش با هم دیگه بررسی نمیشد. یه روز میگفتن 80 نفر بر خریدن، یعنی 2000 تا تانک خریدن. من که خودم رئیس ستاد بودم، من که اصلا هیچ اطلاعی نداشتم. از طرف دیگر داریوش همایون میگوید هدف شاه جلوگیری از امکان هر گونه کودتای نظامی علیه سلطنت و حفظ ثبات سیاسی بود. تمام تلاش محمد رضا شاه در 37 سالش این بود که سازمانی به ارتش بده و ترتیباتی در ارتش برقرار بکنه که امکان کودتا رو از بین ببره، و این کار رو خیلی خوب انجام داده بود، و اگر هم این کار رو نکرده بود، ایران نمیتوانست اون دوره طولانی رو با ثبات نسبی به خصوص از بعد از 1332 طی بکنه، و اون کارهایی که در اون میکرد انجام شد انجام نمیشد. طبعا کودتاهای مختلف نظامی انجام میگرفت. اما به گفته سپهبد رضوانی، یکی از نتایج این خط مشی ناتوان شدن ارتش از تشخیص و مقابله با بحرانهای سیاسی بود.
ارتش نمیتونه فقط خودش رو منحصر کنه به دفاع در مقابل تجاوز خارجی. چون مأموریت ارتش دفاع هم در مورد تجاوز خارجی هم در مورد دشمنان داخلی و این دوتا از هم تجزیه ناپذیره. ولی ارتش در اواخر به صورتی در اومده بود که از مسائل داخل کشور اصلا مجزا بوده و وقتی بهش این مأموریت رو دادن که بیاد به صحنه اصلا نمیدونست که در کشور چه میگذره و چه رویه‌ای باید در پیش بگیره. در حالی که بیشتر نیروهای ارتش به گفته ارتش بود قره‌باغی سربازان بودند که از مردم جدا نبودند. نیروهای مسلح ما در حدود 70-75% افراد وظیفه بودند، یعنی افسران وظیفه، درجه‌داران وظیفه، سرباز وظیفه بودند. و افراد ما میدونید که در اون زمان ماه به ماه عوض میشدن، یعنی ماه به ماه سرباز میامد با آموزش میدید و مرخص میشد، 12 ماه همینطور مرخص میشد. یعنی باید بگوییم که تمام افراد مملکت در داخل ارتش بودند و دقیقا همین گروه از ارتشیان بودند که کسانی چون آیت الله خمینی خواستار جذب آنها بودند. من میدانم که اینها محرومند. اون صاحب منصبای پیری که از سابق بودن، خصوصا از اونایی که از زمان رضا شاه بودن اگه باشد، اون پیرها را شاه سیر کرد. ما از اون پیرها دیگه معیوس هستیم و اما صاحب منصبهای جوان که اون رتبه ها را ندارند، یعنی بهشون ندادند، یعنی اونها را در یه رتبه پایین نگه داشتند که زیر دست اون بزرگها باشند، که اون بزرگها نوکر رسمی امریکا یا شوروی هستند و برای اونها خدمت میکنند و برای شاه هم به دست دویم خدمت میکنند و اونها را از پول نفت ما سیر کردند. اونها چون سیر شدند و از نعمت این ملت به دست شاه سیر شدند، اینها ولی نعمت خودشون را شاه و امریکا می دونند، ما از اونها مایوس هستیم. و اما طبقه جوان که مهم در ارتش این طبقه هستند، اینها را من تنبه بهشون میدم که شما جوانید، شما باز وقت زندگیتون مونده است، وقت کارتون مونده است، وقت خدمتتون به ملت مونده است، شما برگردید به این ملت و خدمت به ملت بکنید و رها کنید این دستگاهی که الان شما میدانید که برخلاف قانون است، برخلاف اسلام است. دست از این دستگاه بردارید و به ملت بپیوندید. اما سپهبد رضوانی معتقد است که ارتش نوبنیاد ایران پیوسته اهداف ملی را دنبال کرده است. ارتش قدم به قدم با ملت پیش رفته. گاهی زشتی هایی داشته، زیبایی هایی داشته، پیروزی ها داشته، ناکامی ها داشته، ولی در جهت ملی انواع مسائل که در ایران پیش آمده حرکتش در سمت به اسلام ملت بوده. در ورای همه این مسائل به نظر ارتش بود جمع، مشکل اصلی ارتش ایران در این بود که هدف مشخصی نداشت. ارتش ایران به اصطلاح فرنگی ها میگن یک هدف نیرو، یعنی فورس ابجکتیو نداشت. یعنی معلوم نبود که ارتش زمان جنگ ایران بالمعال چی باید باشه. اگر یه جنگی در بگیره این ارتش ایران چی باید باشه؟ هیچ مملکتی ارتش زمان جنگش با ارتش زمان صلحش یکی نیست. و ارتش زمان جنگ هم باید روشن باشه، مشخص باشه علیه کیه؟ علیه چه تهدیدیه؟ چقدر نیرو میخواین درست بکنین که در مقابل کی به جنگی؟ مهمترین تهدیدات محتمل باید گرفت و در مقابل اون ایجاد نیرو کرد دیگه. این اصلا در ارتش ایران از اول تا روز آخرش درست نشد. هیچ وقت یک هدف نیرویی در ارتش ایران نبود. یعنی معلوم نبود که این ارتشو
که درست شده برای مقابله با کیه؟ برای مقابله با جنگ با شورویه، برای جنگ با عراقه، برای ایستادگی کردن احتمالا در مقابل ترکیه است، افغانستان، پاکستان، کیه؟ اینا آخه همه هدف باید مشخص باشه. اما ارتش ایران این هدف نداشت. ثانیا سیستم فرماندهیش خیلی کجکوله بود. آخه تو قانون اساسی برداشتن نوشتن فرماندهی قوای بری و بحری و فلان اینا با شاست. آخه یه آدم غیر مسئول نمیتونه فرمانده باشه. فرماندهی یعنی مسئولیت داشتن. همه فرماندهان دیگر هم که مسئول الاختیار اخته کرده بودند. خب هیچ کس اختیاری نداشت. رئیس ستاد اختیاری نداشت. فرمانده نیروی زمینی اختیاری نداشت. فرمانده نیروی هوایی اختیاری نداشت. دریایی اختیاری نداشت. هیچ کس اختیاری نداشت. یه سازمانی که همشون چشمشون باید بسته است به اینکه اون یه نفر باید دستور بده و اون موقع سر به زنگا همون دستور نده، خب همین میشه که شد دیگه. Quand on veut créer son entreprise, on est vite perdu quand on entend. Cabis, dépôt de capital, statut, numéro SIRET. De quoi bien gâcher vos soirées. Rassurez-vous, Conto est là pour vous aider à y voir plus clair. Avec Conto, gérez facilement et rapidement les étapes de la création de votre entreprise. Et tout ça, 100% en ligne. Rédigez vos statuts, déposez votre capital, ouvrez votre compte pro et démarrez votre activité en toute simplicité. Rendez-vous sur conto.com pour créer votre entreprise.